کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد متشکل از نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی و شخصیت‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر در آلمان به ریاست اوتو برنهارد طی اطلاعیه‌ای در حمایت از استراتژی جدید آمریکا و نفی مماشات با دیکتاتوری آخوندی اعلام کرد: ما همواره خواستار آن بودیم که موضوع ممانعت از تسلیح اتمی این رژیم نباید از رفتار تجاوزکارانه رژیم ایران و سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس و شبه نظامیان وابسته به آن در منطقه و به خصوص از وضعیت حقوق بشر در ایران تفکیک شود. با اقدام رئیس جمهور آمریکا، کنگره قدرت وضع تحریم ها به منظور خونسازی نفوذ بی‌ثبات کننده رژیم ایران و ممانعت از تجاوزات آن را پیدا می کند و این به معنای اعمال سیاست در بهترین صورت آن است. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد می افزاید: خواسته ما این است که اتحادیه اروپا نیز چنین رویکردی اتخاذ کند، چرا که پهن کردن فرش قرمز که در این سالیان به طور مستمر صورت گرفته نه تنها هیچ گونه نتیجه‌ای به بار نیاورده، بلکه رنج و درد مردم منطقه و ایران را افزایش داده است. رژیم ایران یک شریک قابل اعتماد نیست. در ادامه اطلاعیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد آمده است: در اعمال سیاست‌های مداخله جویانه رژیم ایران، سپاه پاسداران نقش مهمی بر عهده دارد، زیرا این نهاد به عنوان قدرت اقتصادی و انتظامی در داخل ایران سرکوب مردم را سازماندهی می‌کند و در خارج ایران نیروی مخرب خود را در منطقه توسعه می‌بخشد و بدین ترتیب با یک نیروی فاسد و تروریستی متعلق به خامنه‌ای مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. از این رو ردبندی سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا اقدامی درست و مؤثر است و حمایت روحانی و جواد ظریف از سپاه پاسداران نشان می دهد که آنها به قدرت سپاه پاسداران وابسته هستند. اتحادیه اروپا باید متوجه باشد که نه تنها سیاست نزدیکی با رژیم ایران غلط است، بلکه فراتر از آن باید به لزوم پیگرد مقام‌های رژیم ایران پی ببرد، چرا که آنها جنایاتی نظیر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را مرتکب شدند. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد خاطر نشان می‌کند: شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن به همراه متخصصینی که در پیرامون این جنبش هستند، یک آلترناتیو دموکراتیک است که می‌تواند گذار از دیکتاتوری مذهبی به یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر حکومت قانون را سازمان دهد.